تلقى نتانیاهو ضربة بعد با شکل‌گیری اختلافات شدید میان مقامات رژیم صهیونیستی و بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی که در اسرائیل وجود داشت و همچنین پیروزی مقاومت در جنگ 12 روزه، نتانیاهو از صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی کنار گذاشته شد. نتانیاهو اخیراً با انتقاد تندی به علت شکست در جنگ غزه روبرو شده بود. کابینه‌ای که قرار است در اسرائیل شکل گیرد به طور اساسی به جریان‌های راستگرای افراطی متکی است. بر اساس آنچه گفته می شود، نفتالی بنت نخست وزیر اول خواهد بود. او از جمله سران افراطی و نجات پرست است. و شهدت فترت حکم نتانیاهو فی السنوات الاخیر. دوره تصدی نتانیاهو در سالهای اخیر شاهد برگزاری تظاهرات از سوی اسرائیلی ها و ارائه پرونده های فساد علیه او در دادگاه صهیونیستی بوده است. با وجود همه تلاش هایش برای صدور بحران ها به خارج، نتانیاهو در برابر مقاومت مورد محاصره قرار گرفت و به جهانیان نشان داده شد که وی نجات پرست و بحران زده است. نتانیاهو رمز لهذا التحول. نتانیاهو نماد تحول راستگرایان پوپولیست به سوی یک رژیم فاشیستی است که متکی به یک نفر و رهبری یک فرد است و در آن همه قوانین زیر پا گذاشته می شود. نتانیاهو پس از شکست در صحنه داخلی و همچنین شکست در عرصه خارجی همه روابطش را برهم زد و اخیراً روابط او با متحد دائم و بزرگ اسرائیل یعنی آمریکا تیره شده بود. همه اینها نتانیاهو را به زندان نزدیک می کند. خالد صبرنا خبرگزاری صدا وسیما فلسطین.